أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. پر برکت و زوال ناپذیر است کسی که حکومت جهان هستی به دست اوست و او بر هر چیز تواناست. کس که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک از شما بهتر عمل می کنید و او شکست ناپذیر و بخشنده است. همان کسی که هفت آسمان را بر فراز یکدیگر آفرید. در آفرینش خداوند رحمان هیچ تضاد و عیبی نمی بینی. بار دیگر نگاه کن، آیا هیچ شکاف و خللی مشاهده می کنی؟ بار دیگر نگاه کن، سرانجام چشمانت به سوی تو باز می گردد در حالی که خسته و ناتوان است. ما آسمان پایین را با چراغ‌های فروزانی زینت بخشیدیم و آنها شهاب‌ها را تیرهایی برای شیاطین قرار دادیم و برای آنان عذاب آتش فروزان فراهم ساختیم و برای کسانی که به پروردگارشان کافر شدند عذاب جهنم است و بد فرجامی است. هنگامی که در آن افکنده شوند صدای وحشتناکی از آن می شنوند و این در حالی است که پیوسته می جوشد. نزدیک است دوزخ از شدت غضب پاره پاره شود. هر زمان که گروهی در آن افکنده می شوند نگهبانان دوزخ از آنها می پرسند مگر بیم دهنده الهی به سراغ شما نیامد؟ می گویند چرا؟ بیم دهنده به سراغ ما آمد ولی ما او را تکذیب کردیم و گفتیم خداوند هرگز چیزی نازل نکرده و شما در گمراهی بزرگی هستید. میگویند اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل می کردیم در میان دوزخیان نبودیم. اینجاست که به گناه خود اعتراف می کنند. دور باشند دوزخیان از رحمت خدا. اما کسانی که از پروردگارشان در نهان می ترسند مسلماً آمرزش و پاداش بزرگی دارند. گفتار خود را پنهان کنید یا آشکار، او به آنچه در سینه هاست آگاه است. آیا آن کسی که موجودات را آفریده از حال آنها آگاه نیست؟ در حالی که او با خبر و آگاه است. او کسی است که زمین را برای شما رام کرد. بر شانه های آن راه بروید و از روزی های خداوند بخورید و بازگشت و اجتماع همه به سوی اوست. آیا خود را از عذاب کسی که حاکم بر آسمان است در امان می دانید که دستور دهد زمین بشکافد و شما را فرو برد و به لرزش خود ادامه دهند؟ یا خود را از عذاب خداوند آسمان در امان می دانید که تند بادی پر از سنگ ریزه بر شما فرستد و به زودی خواهید دانست تهدیدهای من چگونه است؟ کسانی که پیش از آنان بودند آیات الهی را تکذیب کردند، اما ببین مجازات من چگونه بود؟ آیا به پرندگانی که بالای سرشان است و گاه بالهای خود را گسترده و گاه جمع می کنند نگاه نکردند؟ جز خداوند رحمان کسی آنها را بر فراز آسمان نگه نمی دارد، چرا که او به هر چیز بیناست. آیا این کسی که لشکر شماست می تواند شما را در برابر خداوند یاری دهد؟ ولی کافران تنها گرفتار فریبند. یا آن کسی که شما را روزی می دهد اگر روزیش را باز دارد چه کسی می تواند نیاز شما را تأمین کند؟
ولی آنها در سرکشی و فرار از حقیقت لجاجت می‌ورزند. آیا کسی که به رو افتاده حرکت می‌کند به هدایت نزدیک‌تر است یا کسی که راست قامت در صراط مستقیم گام بر می‌دارد؟ بگو او کسی است که شما را آفرید و برای شما گوش و چشم و قلب قرار داد، اما کمتر سپاسگزاری می کنید. بگو او کسی است که شما را در زمین آفرید و به سوی او محشور می شوید. آنها می گویند اگر راست می گویید این وعده قیامت چه زمانی است؟ بگو علم آن تنها نزد خداست و من فقط بیم دهنده آشکاری هستم. هنگامی که آن وعده الهی را از نزدیک می‌بینند، صورت کافران زشت و سیاه می‌گردد و به آنها گفته می‌شود این همان چیزی است که تقاضای آن را داشتید. بگو به من خبر دهید اگر خداوند مرا و تمام کسانی را که با من هستند هلاک کند یا مورد ترحم قرار دهد، چه کسی کافران را از عذاب دردناک پناه می دهد؟ بگو او خداوند رحمان است، ما به او ایمان آورده و بر او توکل کرده ایم و به زودی می دانید چه کسی در گمراهی آشکار است. بگو به من خبر دهید اگر آبهای سرزمین شما در زمین فرو رود، چه کسی می تواند آب جاری و گوارا در دسترس شما قرار دهد؟